سلام دوستان عزیز، یه مدت قبل براتون رب گوجه فرنگی درست کردم. امروز هم تصمیم دارم یک محصول دیگه از گوجه فرنگی رو براتون درست کنم. البته در اروپا این رو به نام گوجه فرنگی خرد شده چاپت توماتو میگن. من هم همین رو براتون درست میکنم که کاربرد خیلی زیادی داره. میتونید توی تمام خورشت ها ازش استفاده کنید. اگر با میکسر میکسش بکنید میتونید برای املت قهوه خونه ای استفاده کنید یا برای سس پیتزا استفاده کنید. در هر صورت کاربردش خیلی زیاد هست. طرز درست کردن این محصول خیلی ساده هست و من طوری درست میکنم که انرژی زیادی هم مصرف نکنید. اولین کاری که انجام میدم گوجه فرنگی ها رو اینها رو میشورم و خشکشون میکنم. بعد از که ما شستیم گوجه ها رو و تمیز کردیم، به این طریق این رو قاچ میکنیم جدا میکنیم این یه مرحله هست. مرحله بعدش این رو به این صورت میبینید هستاش رو قشنگ در آوردم. به این صورت اینها رو به این صورت قاچش میکنم. این همون قسمت های هست که سبز هست جدا شده. این هسته ها هستن که اینجوری جدا شدن. این هم باقی مانده هست که میبینید به این صورت خرد شده. حالا میریم برای مرحله بعد. مرحله بعد چنگ زدن این هسته و این وسط های گوجه فرنگی است که این هسته کاملا از اینها جدا بشه. ببینید کاملا جدا شد. از صافه که رد کردم ببینید چه مقدار هسته از توی این اومد بیرون. این همون مغزی هست که هستاش رو گرفتم الان توی میکسر ریختم که این رو حلش بکنم که حالت آبکی بشه. بعد از حل شدن ببینید به این غلظت در اومد که اینها همش قابل استفاده است. این هم اون قسمت های بالای یا وسط گوجه فرنگی هست که یک کمی سبز رنگ بود. اینم حتی له میشه و آبش خاطی میشه. دوستان الان مرحله هست که باید توی شیشه بریزم. این شیشه ها رو نو هست، اصلا استفاده نشده، ولی با این وضع من یک ظرف رو پر از آب میکنم با دو قاشق نمک میذارم بجوشه و اینها رو یک کمی میذارم توی اون آب نمک بجوشه که اگر باکتری چیزی داره از بین بره. این هم طریق استریل کردن شیشه ها که تمام شیشه ها رو من پر از آب جوش کردم. همونجور که میبینید داره میجوشه. البته نتونستم بیشتر از 8 تا استریل کنم در یک دفعه. شیشه ها الان اومد بیرون. به این صورت یک کمی آب داخلش گرفته شد. هنوز شیشه گرم هست که گوجه فرنگی ها میزنم داخلش. به این اندازه شیشه ها رو پر کردم، ولی کاری که میکنم با انگشت خشنگ فشار میدم تا بره پایین حسابی جا بگیره. برای که در آینده اینا مزه خوبی داشته باشه، ببینید این هوا ریحان خوش شده میریزم روش. البته زیاد نمیریزم که مزه ریحان کلی غالب نشه، ولی این یک کم باعث میشه که این مزه خیلی خیلی خوبی بگیره.
البته میتونستم هم ریحان تازه بریزم، با یه دونه از این چوبا اینها رو اینجوری میزنم تا این آبها کاملا همه جاش بره که هیچ جایی خالی نباشه. الان کاری که میکنم درب اینا رو محکم میبندم و دقیقا توی همون آب نمکی که شیشار استری کرده بودم اینها رو هم میذارم تا آب به جوش بیاد، که اگر هوایی داره هواش کشته بشه و حالت کمپوت مانند بشه که بعد بتونید یک سال نگرش داری. بعد از اینکه من توی آب گذاشتمش به این صورت و جوشید آب، در واقع به پشت گذاشتم و این رو مثل ماسک میخوایم بخچه پیچش کنیم، لحاف پیچش کنیم، این رو بایستی لحاف پیچش کنم تا فردا که این خیلی آهسته و آروم چی بشه؟ خنک بشه خودش. بعد از 24 ساعت که سرد شد من اینا رو الان دارم بهتون نشون بدم. این شیشه ها رو میبینید فشار که میدم صدای تقریبی نمیده، یعنی اینکه این کاملا میشه تقریبا یک سرم نگهش داش بدون اینکه کفک بزن. این ساده ترین روش درست کردن کمپوت گوجه فرنگی بود. همون گونه که قبلا هم گفتم مصرف خیلی زیادی هم داره و میتونید برای خیلی از غذاها استفاده کنید. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. سابسکرایب و کامنت و لایک یادتون نره. به امید دیدار با یک ویدیو جدید دیگه از بابا پز.